بسم الله الرحمن الرحیم. مرا هزار امید است و هر هزار توی. شروع شادی و پایان انتظار توی. دوستان آلایی من سلام. ایشالله هر جای ایران زمین هستید حال و احوالتون خوب باشه و با انرژی برای کنکور درس بخونید. بچه رسیدیم به گزاره‌های شرطی در منطق و استدلال ریاضی. با ما همراه باش، کلی تیپ تست قشنگ رو برات حل میکنم. خب بچه رسیدیم به داستان گزاره های شرطی. با مثال انشاءالله مطالبش دوره میشه و یاد میگه. خب تا مثال 9 حل کرده بودیم، از اینجا به بعد میریم که در خدمت شما باشیم. 10 گفتن اگر P یک گزاره درست باشه و Q یک گزاره دلخواه، حالا درست یا نادرست شما میست، آنگاه ارزش کدام گزاره شرطی مخالف ارزش گزاره Q است؟ ببین این داستان شرط دیگه، نه میدونید دیگه داستان شرطی ها چی بود؟ میگفتیم پی آنگاه کیو یا کیو آنگاه پی، یه آنگاهی میوردیم اما اگر در این گزاره های ما بودش میگفتیم گزاره شرطی. اینو من دای خدا همیشه درستن به جز یک داستان. ببین به این اولی میگن مقدم، به این دومی میگن تالی، خب یا به این میگن شرط، به این میگن جواب شرط. اگر این درست باشه این نادرست باشه، یعنی اولی درست دومی نادرست جواب میشه نادرست، ما بقیه داستان درست در میاد. خب گفتن اگر پی یک گزاره درست باشه و کیو یک گزاره دلخواه باشه، آنگاه ارزش کدام گزاره شرطی مخالف ارزش گزاره کیو هست؟ خب من باید امتحان کنم بچه. برای این تیپ تستا یه جدول مختصر مفید کوچولو تو دل برو بکش تموم بشه بره دنبال زندگیش. ببین تو یه دونه پی داری یه دونه کیو داری، خب پی بنده خدا درسته دیگه، نه آقا ما پس با البته با قرمز هم نشون بدیم قشنگ این بنده خدا درسته. ما در دو حالت هم بررسی کنیم. کیو من گفته دلخواه، ممکنه درست باشه ممکنه نادرست باشه. اوکی بچه نگاه کنید توی گزینه هاتون، حالا این گزینه 1، 2، 3، و 4. خب شما نقیض پی و نقیض کیو، یعنی منفی پی و منفی کیو رو دارید، پس تو جدولت بذار دیگه، تمام شد رفت یکش. آقا این نقیض پی، اینم نقیض کیو. خب بریم ببینیم چی میشه. آقا این درست میشه نادرست، درست میشه نادرست، درست میشه نادرست، نادرست میشه درست. این میشه جدول من. بیام سراغ اینا. خب بچه حواسمون به این کیوه باشه دیگه، گفته باید مخالف کیو در بیاد. کیوه من درست و نادرسته، این خروجی باید به من نادرست و درست بده. بریم توی یک. آقا شرطی داستان چی بود؟ به این میگفتیم مقدم، به این میگفتیم تالی. گل پسر قند عسل، اگر این منفی در بیاد جوابت غلطه. خب آقا اولیش چیه؟ اولیش نقیض پیه، خب این نادرست. اگر نادرست باشه خب این هر چی میخواد باشه خروجی درست در میاد. پس توی گزینه اول هر دوتای شما چی در میاد؟ درست در میاد. میگه آقا نقیض پی، خب نقیض پی من، این پی من نقیضش میشه نادرست. نادرست اول باشه تو شرطی خروجیمو درست در میاد. این هیچ. بریم بعدی. خب دوتاش درست در میاد. بریم بعدی. پی کیو آنگاه پی. خب آقا اینجا رو نگاه کنید، کیو من درست بره، خب پی هم که درسته، درست درست میشه درست. اما اگر نادرست بشه باز هم درست در میاد. وقتی که مقدم منفی شد خروجی تو شرطی مثبته، درسته. ولش کن. بیام تو سه. توی سه میگه کیو، خب کیو اینجا میره. نگاه کنید بچه‌ها، ما جدولش رو بکشیم اینجا برای شما. جدول چی رو میخوام بکشم؟ کیو آنگاه نقیض پی. خب اگر من اینجا درست بندازم، اینجا بخواد داره درست، تو اینجا درست و نقیض پی نادرست باشه میشه درست. اوکی پس کیو اینجا چی در میاد بچه؟ خروجی من درست و نقیض پی نادرست، ببخشید میشه نادرست.
یه بار دیگه تکرار کنم. کیو من چی بود؟ درست بود. نقیض پی من نادرست باشه، وقتی دومی نادرست باشه جواب میشه نادرست. بریم بعدی. خب دیگه اگر با این حالت در نظر بگیرم این نادرست باشه، تو این هر چی بره جواب درست در میاد. مقایسه کنیم. مخالف ارزش گزاره کیو، کیو من درست نادرست شد، اینجا نادرست درست شد دیگه، پس کدام گزینه؟ گزینه شماره 3. البته میتونستیم جدول رو نکشیم ولی ممکن بود قاطی کنیم. پس آقا من اومدم پی و کیو رو مشخص کردم، پی که خودش داده، کیو رو من یه بار درست یه بار نادرست میگیرم. البته شما تو تست یکیشو در نظر بگیریم اینکه جواب ده میاد. این است. پس داستان مقدم و تالی حواست باشه. مقدم اگر درست باشه تالی شما، اگر نادرست باشه جواب نادرست، مابقی حالا جواب درست. یه نکته در مورد گزاره شرطی هم بگیم. بچه اگه مقدم شما چی باشه؟ منفی باشه یا نادرست باشه دیگه چک کردن نداره، شما جواب درست شده در میاد. سوال بعد میگه نقیض گزاره این عبارت کدومه؟ هیچی در مورد درست و نادرستش هم نگفته. خب ببین یه پرانتز نتیجه گیری یا اگر پی، خب شرطیه دیگه، داستان شرطی ها رو حواست باشه. بعدش من اینجا هر چی جوابم در اومد، حالا پی یا کیو هر کدوم اینا در اومد، من نقیضش رو میخوام، یعنی آقا باید نقضش کنیم. خب این بچه ها اینجا تو این تیپ تست ها میتونی برای خودت جدول بکشی، یه بار بگی درست یه بار بگی نادرست رو بری این کار انجام بدی، یه بار میتونی بیای از اتحادها استفاده کنیم. ما اتحادها رو بهتون گفتیم، بیام یه کوچولو یادآوری کنیم اتحادها رو. در مورد شرطی پی آنگاه کیو، بچه این هم عرض با دو تا عبارت تو ذهنت باشه، این دوتا یکیشو بالا می نویسم یکیشو پایین می نویسم، عکس نقیض شرط. یعنی آقا اینو نقض کن و جا به جا کن. عکس نقیض شرط این با این برابر، یعنی هر دو نقض بشن جا به جا بشن. دیگه با چی برابره؟ نمیت رو یادت میاد جلسه اول گفتم نمیت. آقا نمیت چی بود؟ نقیض مقدم یا تالی، نقیض مقدم یا هفت تالی. آقا اینا با هم برابرن، یعنی یا با این یا با این. حالا بیا اینجا پی آنگاه کیو رو میبینی تو این قسمتی که من یه مهره بچسبونم روش، تو این صورتی، تو این قسمت من میخوام این رو وردارم اینو جاش بنویسم. ببین چه اتفاقی میفته. میشه نقیض مقدم یا تالی، اوکی، آنگاه پی. طرف دوباره میگه آقای امینی شما دوباره یک گزاره شرطی داری، یعنی قسمت اول قسمت دوم، قسمت اول قسمت دوم. خب دوباره همین نمیتو میتونی رو اینجا پیاده کنی، بگی نقیض مقدم، نقیض مقدم یعنی این، یا اینم یا تالی، تالی اینا شش دیگه. پس دوبار این حرکت رو زدم، اولی دومی نقیض اولی یا مقدم یا تالیش. خب حالا میام سراغ این، میگیم آقا نقیض یک داستان یاد دمرگان میفتیم. بچه باز جلسه اول دمرگان چجوری بود؟ من گفتم فکر کنید یه علامت منفی، منفی رو میخواد توی این عبارت ضرب کنید. خب منفی در منفی مثبت، منفی در مثبت منفی، پس میشه پی، اینجا میشه نقیض کیو. فقط وقتی این منفی به علامته میخوره علامته رو بر میگردونه، حواست باشه. اوکی آقا یا پی، من این یا پیشو میتونم بیارم این ور بنویسم دیگه، مشکلی ندارم دیگه. بچه ما باز یک اتحاد دیگه داریم به نام جذب، به نام جذب. آقا این جذب داستانش چی بود؟ باز برای اینکه بچه ها یادشون بیاد این اتحادا رو، ببین دو سه تا اتحاد من مجبور شدم تو این سوال برای شما بیارم. ببین اینو داشته باش، پی 8 کیو یا و کیو. حالا اگر این 8 بشه این 7 بشه، آقا من میگم 8 و 7 تو ذهنت یاوه داری میاری دیگه، حواست هست دیگه.
حالا یکی میگه 7 و 8 تو ذهن خودش، یکی میگه نمیدونم یا و این داستانا، اوناش دیگه مهم نیست. خب اگر این یا باشه اینجا و اگه اینجا و باشه اینجا یا، بچه این جذب میشه به جای این داستان، میتونی اینو بنویسی، اولی رو بنویسی، جذب به جذبون، یعنی این جذب این میشه. خب حالا این داستان رو نگاه کنید، 7 8 اولی دومی، خب اینم میشه همین پی دیگه. خب من کل این سوال سوال چالشیه ها، این سوال الکی ها نیست ها، این سوال خوب پدر مادر دار. حالا میگه اینه که حساب کتاب کردی نقیض جواب چی میشه؟ خب من پی در آوردم، نقیض جواب من میشه گزینه چون. این یه داستان، حالا آقا جان این یه داستان که اتحادا برای دو دوره بشه. داستان دوم بیا آقا برای خودت بگو پی رو درست بگیرم نادرست بگیرم، یکی دوتا از این مثال رو بزن. مثلا بیا پیش خودت بگو آقا من هر دوتا رو درست بگیرم، اگر این درست باشه اینم درست باشه، پس پی رو ببین تو ذهن خود داری میاری درست، کیو رو داری میاری میگی نادرست. یعنی شما میاد میگه آقا من اینا رو یادم میره سر جلسه، اینا چیه تو گفتی؟ من اصلا همه رو یادم میره. آقا درست نادرستی که باید تو ذهنت بمونه، یه چیزایی باید بمونه دیگه، میری سر جلسه هم میدونی بس به سینه که نمیشه رفت. خب اگر این درست باشه، خب آنگاه به کیو نادرست میرسی. خب ببین این قسمت جواب تو در میاد نادرست. خب نادرست به هر چی بخوره جواب چی در میاد بچه ها؟ جواب شما باید در بیاد درست، آره یا نه؟ جواب شما باید در بیاد درست. خب ببین الان این پیه چیه اینجا؟ دو در میاد درست، کیو چیه؟ نادرست. پس همین الان این هضم میشه دیگه، به درتون نمیخوره. نقیض نادرستت درست میشه و نقیض درستت میشه نادرست، پس این هم چی میشه؟ هضم میشه. پس جواب شما این نادرسته میپره دیگه، نه کن دوتا نادرست ها میپرن، یا اینه یا این. حالا می اینو عوضش میکنی، مثلا اینو میذاری نادرست، اینو میذاری درست، یه بار دیگه چک کن جوابتو. پس شما بین این دوتا گیر کردی که جواب درست دارم. اگر پیه رو بذاری نادرست، کیوه رو بذاری درست، اینجا جواب چی در میاد؟ جواب این در میاد درست، چون شروع با منفی یا نادرست دیگه میشه درست. خب درست اینجا باشه، پیه چیه؟ نادرست باشه، خروجی به تو میده نادرست، خروجی به تو میده نادرست. یعنی چی؟ یعنی خروجی داره به تو میده پی دیگه، نه؟ پیه اینجا میشه چی؟ اینجا میشه نادرست، اینجا نقیض درستت میشه نادرست، پس اینجا چی میشه؟ غلط میشه دیگه، درست شد؟ پس جواب شما میشه گزینه 1. اما طراح چی خواسته؟ نقیضشو خواسته، یعنی میشه گزینه چند؟ 4. پس آقا قرقاتی نکنی چی شد؟ دو راه گفتم، راه اول اتحادها رو بنویس، یادآوری شد برات. راه دوم اینا یادت رفته، جدول گزاره‌ای باید بکشی، این جدول رو باید بکشی. حالا این جدول رو هم نمیخوای بکشی، تو ذهن خودت مثال میزنی، یه بار درست درست، یه بار درست نادرست، گزینه‌ها رو چک می‌کنی، جواب رو می‌کشی میاری بیرون. چیز عجیب و غریبی نیست، حوصله بکن. بریم بعد. 12 چی میگه؟ میگه اگر پی دلخواه باشه کدام گزینه همواره درست است؟ خب الف و ب و پ 4 تا هم که گزینه داده. بچه این گزینه دقت کنید، یکیش الف و ب، الف و پ، ب و پ. خب اول بررسی الف دیگه، درست باشه دو گزینهش میپره. آقا پی دلخواه، آقا دلخواه یعنی هرچی عشقت میکشه. چی عشقت میکشه؟ با درست شروع کن، پی رو بگی درست، اگر اینو بگیری درست یکیشو بچسبونین، این میشه درست، نادرست، نادرست، درست. ببین شرطی شرطی، وسطش یه دونه یا، یاره یادآوری کنیم داستان. یا چجوری بود؟ میگفتیم همیشه درسته، مگر اینکه هر دو طرف چی بشه؟ منفی در بیاد. خب آقا تو شرطی، توی شرطی اگر با نادرست شروع کنی جواب درست، پس اینجا میشه درست. اوکی بچه ما الان تو شرطی، اینجا درست اینجا نادرست، جواب من میشه نادرست، اما نیازی هم نبود اینو حساب کنم. خب وقتی که یکیش درست باشه بینش یا باشه، جواب میشه درست. پس عزیز من الف جناب عالی باید تو گزینه ها باشه، این ب و پ خدا نگهدار، بیا سراغ ب. خب یا اینه یا اینه دیگه، تو برای گزینه ها بذاریم. آقا پی رو درست میخوایم بذاریم، بسم الله بذار اینجا، اینجا میشه درست،
اینجا میشه نادرست، اینجا میشه درست، اینجا میشه نادرست. بچه دقت کنید، 7 و 8 رو میبینی؟ اینجا شرطیه. خب تو شرطی اگر این قسمت، این قسمت درست در بیاد، باید بری سراغ این قسمت. بهترین رو برای این که شما بفهمید این آخر چی در میاد، بیا سراغ این دومیه. اگر اینجا نادرست شد این غلطه، بیا سراغ این. آقا درست و نادرست، بچه و دیگه، و داستان عاطفه بود. عاطفه میگفت باید هر دو طرف مثبت باشن تا من جواب بله رو بدم، یکی مثبت یکی منفی، جواب میداد منفی. خب مگه تو شرطی نیستی؟ به این چی کار داری؟ وقتی دومی منفی شد اینجا میشه نادرست. خب پس به هم پرید دیگه، پس اینم پرید. جواب ما 3، اما 3 رو هم یه چک کنیم. آقا باز شرطیه، درست شد. بیا سراغ این، اینجا درسته، اینجا یاه، اینجا نادرسته. توی یا یکیش درست باشه جواب چیه بچه ها؟ درسته. پس این برای چیه؟ درسته. منفی در نیومد دیگه، نه؟ پس جواب من خدا رو شکر چی در میاد؟ درست در میاد. حالا دانش آموز این برای میتونه چک کنه، اینجا درست، اینجا میشه نادرست، و داره، پس خروجی میشه نادرست. وقتی اینجا منفی در بیاد تو شرطی، اوکی، پس باید شما چی در بیارید؟ الف و پ. اینم باحال بودش. آقا شرطی ها همینه ها، البته یک شرطی، ما یه دو شرطی هم داریم، یه داستان دیگه داره. بریم مثال حل کنیم در ادامه ماجرا. سوال شماره 13. خب ببین داستان چیه. گفتن اگه پی درست باشه و کیو آر هم دلخواه باشه، حاصلش کدوم میشه؟ درست و نادرست، هم ارزش پی، هم ارزش نقیض آر. ببین به بهانه شرطی ها همه چی رو با هم دیگه داریم چیکار میکنیم بچه‌ها؟ دوره میکنیم. خب پی درست، خب ببین شرطیه دیگه، قسمت اول مقدم، قسمت دوم تالی. تالی خودش دو مرحله داره، مقدم هم یک پکیج کامله. من بیا برای قسمت اول که مقدم من باشه، برای این حضرت مقدم، من باید اینجا یه محاسبه کوچولو خیلی ریز انجام بدم. آقا اینو من میتونم پخش کنم این تو بچه، تو اتحاد ها بلدی؟ اینو گفتم 7 بخون، اینو 8 بخون، میشه چی؟ میشه کیو، حالا 7 پی، این 8 میفته وسط، کیو 7، کیو 7 نقیض کیو میفته این وقت. اوکی، خب آقا پی درسته. ببین عزیز من پی چیه؟ درسته، این درسته، اینجا یاه، اینجا هم یاه، اینجا هم و. آقا من باید دلخواه انتخاب کنم. شما فکر کن درست انتخاب میکنی. ببین و وقتی باشه باید هر دو طرف درست بده به شما درست در بیاد. اگر این کیوه رو شما فعلا درست انتخاب کنی، این میشه درست، اینجا هم میشه درست، اینجا میشه نادرست. خب درست با درست که درسته، درست یا نادرست هم درسته، هر دو طرف چون درست شدن بینشون و خروجی به شما درست میده، این اوکی شد. فعلا یه خروجی درست یا تی من گرفتم، این قسمت مقدم قضیه. حالا دانش آموز میگه درست نگیر، نادرست بگی. بسم الله، اینجاها رو بنده نادرست ببینیم چی در میاد. اینجا میشه نادرست، پس اینجا میشه درست. درست یا نادرست؟ درسته. بچه دقت کنید، یاها نادرست یا درستم؟ که خب آقا همیشه درست در میاد، پس خلاصه این مقدم من اوکی شد، شد درست. وقتی مقدم شما درست میشه، یه مقداری داستان داریم. داستان چیه؟ داستان توی اون تالی ماه، این قسمت دوم. بچه اگر درست بشه خروجی من همیشه درسته، اما اگه نادرست بشه خروجی من همیشه نادرسته. ولی من باز هم میگم شما تو شرطی ها تالی رو اول حساب کن، اگر نادرست شد جواب نادرست رو بزن. ما منباب یاداوری هی داریم کارو میکنیم، عقلانینه تو کنکور شما اول اینو حساب کنی، نادرست شد نادرست رو بزن. بیا سراغ این منده خدا، بیا سراغ این تالی. خب آقا بیا اینجا، بچه میتونیم پخشش کنیم، میتونیم نه، یه مثال کوچولو هم بزنیم کارشو تموم کنیم. برای تالی میتونیم پخشش کنیم، حالا راحت تر هم هستش. اینو تو این بخشش کنیم،
میشه آر هشت، آر هفت، آر هشت کیو. آقا اینا واویا دیگه، صد دفعه گفتم. خب اینو داشته باش، اینو حسابش میکنی هرچی شد. این داخل اینه دیگه، با نقیض آر. ببینیم چی در میاد. من آر رو دوست دارم درست در نظر بگیرم. اگر این درست، این درست، این درست، این نادرست. درست شد؟ ببینید یه بسته ای، حالا هرچی و نادرست. آقا وقتی که و داری، شما وقتی که اینجا و داری، تو و یکیش منفی بشه یا نادرست بشه، کل قضیه چی میشه بچه ها؟ نادرست میشه دیگه. دیگه حساب کتاب کردن نداره. من همه رو گذاشتم درست، فرض کردم درست، مثلا به اینم کاری ندارم، بالاخره یه چیزی این تو در میاد، ولی این عد شد نادرست، چون و جواب نادرست. خب آقا اگر این نادرست بشه، اگر این نادرست بشه تو شرطی، اصلا دیگه فکر کردن نداره، نادرست رو بزن دنبال زندگیش. این هست. بریم بعد. گفته اگر پی جای خالی و کیو جای خالی باشه، در این صورت این گزاره باید درست در بیاد. خب من امتحان میکنم دیگه. اولیش پیه، پی رو باید بذارم درست. خب این میشه درست، اینم میشه درست، اینم گفته درست. خب بسم الله، اینم اگر من اینو درست بگیرم، این میشه نادرست، این میشه درست. خب عرضم به حضورتون که پس چی شد؟ پی رو ما درست تو گزینه شماره یک، گزینه دو، سه و چهار، من پی رو درست گذاشتم، پی هم درست، کیو هم درست، اینجا میشه نادرست. بریم ببینیم داستانش چیه. خب بچه بین اینا من چی دارم؟ بین اینا من و دارم. و یعنی باید دو طرف درست بشه تا خروجی من درست در بیاد. خب آقا اینجا هم که وی که، ببین بچه ها اگه یکی درست یکی نادرست، وقتی و باشه میشه نادرست. خب وقتی که نادرست باشه، این یه تیکر هم میزنه میتره کنه، پس خروجی میشه نادرست، پس این گزینه نمیتونه باشه. بریم گزینه بعدی. پی درست باشه، خب پاک کنم اینا رو، قرقاتی نشه. پی درست باشه، خب باشه، این پی درست. کیوی من نادرست باشه، خب اگه کیوی من نادرست باشه، اینجا میشه نادرست، اینجا میشه درست. خب نادرست تو شرطی جواب با شروع نادرست باشه، جواب درست، این هیچ. و اینجا درست و درستم که میشه درست، بینشونم که و، پس خروجی حتما درسته. بله این جواب درسته. یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره تو این هم از این. حالا بچه من وقتی تست سرسری 98 رو حل کنم، شما توضیح میفهمید آقا امینی اینا چقدر سخته، چقدر طولانیه، 98 میبینید چقدر گلابی دادن. بعد گفتن یه پی و کیو دلخواه باشن، در این صورت گزاره فلان هم عرض است با. بله خب بچه خوب دقت کنید، پی و نقیض کیو به شرط نقیض پی و کیو، ببین دوتا شبیه همنو، یه حرکت کوچولو اتحادی میتونیم از دمرگان استفاده کنیم. چی جوری؟ ببین این پی، اینم و، نقیض کیو رو داشته باش، خب شرطتر هم داشته باش. بچه دمرگان یادتونه چی کار میکرد؟ دمرگان اگه مثلا یه نقیض اینجا بود، نقیضه تو اینا ضرب میشد منفی، انگار که منفی داره ضرب میشه، این هفته میشد هشت، هشته میشد هفت. من میتونم بیام از یه نقیض بیارمش بیرون، یعنی فاکتور بگیرم در واقع. این میشه پی، این میشه نقیض کیو، هفته میشه هشته، یکی در واقع اگه اینو تو این ضرب کنی میشه نقیض پی و کیو، این هشته هم میشه هفت. چرا همچه حرکتی کردم؟ خب چرا نداره، نگاه کن دقیقا همین شد دیگه، دیدی چرا نداره. خب آقا اگر تو، اگر تو اینو تو ریاضی مثلا x در نظر بگیری، این ور میشه نقیض x دیگه، درسته؟ آره یا نه؟ ببینیم جواب این چی میشه. x نقیض x، اگر اینجا درست باشه، خوب دقت دقت، اگر اینجا درست باشه، اینجا میشه نادرست، خروجی میشه نادرست. یعنی چی؟ یعنی جواب من شد قسمت دوم. اوکی اگر این نادرست باشه، این چی باشه؟ نادرست باشه، این میشه درست، جواب من هم میشه درست. نتیجه گیری چی میکنی؟ میگی آقا
این مهمه، یعنی خروجی این جواب نقیض x درسته. پس این هم عرض با نقیض x. یعنی آقای امینی این عبارت جوابش میشه این سبزه. بله جواب این شد نقیض p و q. خب بچه من ببینیم این همعرض کدوم از این هست. آقا من اینو توی این ضرب کنم، این اگه من توی این ضرب کنم همعرض میشه با نقیض پی یا چیو. نقیض پی هفت هشته میشه هفت، اینم که میشه کیو. دانش آموز نیاز به یک یادآوری داره. بچه پی آنگاه کیو یه نمیت داشتیم، یادتون میاد؟ این هم عرض بود با چی؟ نمیت. یعنی چی؟ نقیض مقدم. نقیض مقدم یا تالی. پس آقای امینی این همینه پی آنگاه کیو، یعنی کدام گزینه؟ گزینه شماره دیم. بله این هم یه تست چالشیه قشه. ایشالله که این تست هم برای شما جا افتاده باشه. بچه من چون این مبحث رو برای آخرین مبحث ریاضی انسانی گذاشتم و خب مبحث جدیدی هم هست، خیلی هم گلابیه ها، فقط هی درست نادرست من میگم، دانش آموزی که برای اولین بار میشنوه یه ذره گیج میشه، ولی از کلیپ اول با من همراه باشه اصلا گیج شدنی در کار نیست. چهار تا دونه اتحاد، چهار تا هم درست نادرست، تموم شد رفت به یکاش. باز بریم تست بزنیم مطلب بهتر جواب.